شرکت ها، گروه های فشار و امثال آن با کنگره آمریکا و دستگاه های اجرایی فدرال در ارتباطند تا بر روند تصمیم گیری ها تأثیر بگذارند. به این فعالیت ها لابیگری میگویند. این فعالیت ها گاه مورد اتهام قرار میگیرد که در پیشبرد منافع خاص، منافع عمومی را تا حد زیادی نادیده میگیرد. به گفته جفری یانگ، خبرنگار صدای آمریکا، قانون اساسی آمریکا این نوع فعالیت‌ها را مورد پشتیبانی قرار داده است. در آمریکا قانون در یک فرایند عمومی وضع می‌شود. لایحه‌ها در کنگره ارائه می‌شود، مورد بحث قرار می‌گیرد و به رأی گذاشته می‌شود. بعد به قوه اجرایی کشور سپرده می‌شود تا به اجرا گذاشته شود. در وزارتخانه‌ها و ادارات دولت فدرال برای اجرای آن قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات تازه‌ای نیز وضع می‌شود. افراد و صاحبان کسب و کار که از این قانون‌ها و مقررات تأثیر می‌پذیرند، می‌خواهند بر روند شکل‌گیری و اجرای آنها اثر گذاشته شود. این فرایند که در آمریکا لابیگری نامیده می‌شود، نه تنها در شهر واشنگتن که در هر 50 ایالت این کشور امری رایج است. در قانون اساسی آمریکا موادی وجود دارد که مجوزی برای لابیگری قلمداد می‌شود. مارک رام از دانشگاه جورج تاون و استاد سیاست عمومی. The United States is perhaps unique in the world. آمریکا شاید از نظر تاثیرگذاری گروه‌های نفوذ در لابیگری بی همتا باشد، چون در قانون اساسی حق اجتماعات پیش بینی شده. حق داریم به دولت دادخواست بدهیم، رسانه‌های آزاد داریم و آزادی بیان. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند موضع و رفتار دولت رو تغییر بدند و بر دولت تاثیر بگذارند، پشتیبانی قانون اساسی رو دارند. به همین دلیل مردم آمریکا از راه تلفن زدن، نامه‌نگاری یا ایمیل و گاه با برپایی تظاهرات در حضور سناتورها و نمایندگان خواست خود را مطرح می‌کنند و به قانونگذاران می‌گویند مخالف یا موافق فلان لایحه‌اند و از آنها می‌خواهند به لایحه رأی منفی یا مثبت بدهند. در واشنگتن بسیاری از موردهای لابیگری را شرکت‌های متخصصان لابی به نمایندگی از گروه‌های نفوذ انجام می‌دهند. تیم کارنی از روزنامه اگزامینر: یکی از راه‌های لابیگری شرکت‌ها و گروه‌های فشار از جمله طرفداران داشتن سلاح اونه که یک گروه حرفه‌ای رو برای لابیگری استخدام می‌کنن و این گروه‌ها یا افراد به صورت تمام وقت در واشنگتن در رفت و آمد میان کنگره و وزارتخانه‌های فدرال در حال پیشبرد منافع موکلان خیش هستند. لابیگری یک صنعت عمده در واشنگتن است. در سال 2009 حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه تاثیرگذاری بر کنگره و دستگاه‌های اجرایی فدرال شده است. اغلب این پول را شرکت‌های حقوقی که کارشناس تاثیرگذاری بر نهادهای تصمیم‌گیری هستند دریافت کرده‌اند. نیکلاس آلرد از شرکت حقوقی پاتن باگز از نیاز به وکیل حرفه‌ای در لابیگری می‌گوید. Law that we're pursuing as lawyers is the question: what should the law be? آنچه را که ما وکیلان دنبال می‌کنیم این است که قانون چگونه باید باشد و چگونه اجرا شود که منصفانه باشد. به همین سبب وکیل در روند قانونگذاری و اجرا درگیر می‌شود. حرف ما درباره روندهای تدوین و نحوه کارکرد قانون است. همیشه قانونی هست با پیامدهای ناخواسته. اگر قانون درست تدوین نشود و یا به شیوه منصفانه‌ای به اجرا در نیاید، پیامدهای بدی خواهد داشت. این شرکت‌های لابیگری در شکل دادن به قانون‌ها و سیاست‌ها به نفع موکلانشان بسیار موفق بودند. کن واگل از روزنامه پالیتیکو در واشنگتن از نفوذ عظیم لابی‌ها و گاه دنبال روی قانونگذاران از آنها چنین می‌گوید. در مواردی لابی‌ها آنچنان موفق عمل می‌کنند که می‌توانند برای اعضای کنگره لایحه بنویسند و پیشنهاد لایحه بدهند و این اعضا متن نوشته شده را بدون کم و کاست به کنگره ارائه می‌کنند. لابیگری در واشنگتن به مردم آمریکا محدود نمی شود. شرکت های بین المللی و کشورهای خارجی نیز تلاش دارند بر روند قانونگذاری در این کشور اثرگذار باشند. البته هر حرکتی را نمی توان لابیگری نامید. قانون ها و مقررات فدرال و اخلاقی بر رفتار لابی ها نظارت دارند. این قانون ها هرچند نه به طور کامل اما در هر حال اجرا می شوند.